سلام برادر خوهرهای عزیز مهمونای عزیز امروز میخواستم بپرسم مهمونایی هستن که امروز بار اول اینجا تشریف آوردن میتونیم با هم بیتونیم بایستین خوش اومد به شما میگیم مطمئن هستیم که خدا حالا نمیدونم چقدر ایمان دارین به عیسی مسیح یا چقدر حال در حال جستجو جست 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 هستین فقط خدا به شما برکت بده و آرزوهای قلبتون به شما ببخشه امروز و هر روز ما هفته گذشته با هم در مورد محبت خدا یکم فکر کردیم اگه یادتون باشه یک نمایش های کوچیک هم اینجا داشتیم و امروز میخوام ادامه بدم در مورد محبت خدا و در مورد مشکلهایی که میتونم به وجود بیان که ما به این محبتی که خداوند به ما بخشیده هست به اونجا نرسیم و کسی که محبت خدا رو به دست نورده بر حال نمیتونه اصلا کلا با اول با خدا ملاقات درست داشته باشه و همینطور نمیتونی با هم نمیتونیم با همدیگه ملاقات ملاقاتی داشته باشیم امروز میخوام یک کم در مورد خدا فکر کنیم در مورد نمیدونم چه تصویری یا یا،, یا تصویری از خداوند داری شاید بعضی هستن که خدا رو برای مثل خدای خشن آشنا شدم یا کسانی هستن که میگن من ایمان دارم به خدایی که منو دوست داره فقط هنوز لمسش نکردن و چه فایده ای داره اگه به یه چیزی ایمان دارم فقط چیزی رو به دست نوردم یعنی لمس نشدم میخوام در مورد این قسمت ها فکر کنیم و دعا کنیم و چیزایی هستن که در مورد یعنی توی کتاب مقدس نوشته شده و مطمئن هستم برکت خواهیم گرفت تو کتاب مقدس خود عیسی مسیح گفته که اگر در در یوحنا باب هشت نوشته اگر در کلام من بمانید دیگه ادامش چیه با چی آشنا میشین با حقیقت آشنا بشین و حقیقت چی میکنه شما رو آزاد میکنه آمین دوست دارین در آزادی زندگی کنین آزادی یعنی چی یعنی من هر کاری دوست دارم انجام میدم درسته نه چی؟ آزادی یعنی از تمام وابستگی یا هر چیزی که منو گرفتن آزاد بشم و ملاقات صمیمانه با خدا داشته باشم یه کسی که ملاقات صمیمانه با خدا داره و محبت او رو چشیده در این محبت زندگی میکنه او واقعا دیگه آزاد آزاد هست حتی تو رو بندازن تو زندان هیچ احساس چی بستگی یا اسارت نمی کنی بلکه تو آزاد هستی آزادی از قلب تو شروع میشه از نفس تو شروع میشه و یه کسی که گناهکاره زیر تسلط چیه گناه یعنی زیر تسلط شیطان حکومت میکنه به خاطر کلام خدا میگه که در اول قر... اول یوحنا باب باب اول یوحنا باب سعای آیه هشته نوشته که به این خاطر عیسی مسیح آمد در این دنیا که کارهای شیطان رو نابود کنه میتونی این رو یکم بلندتر کنی که داد زیاد نزنم به این خاطر مرسی به این خاطر عیسی مسیح در این دنیا آمده ته که تمام کارهای شیطان رو نابود کنه که ما رو آزاد کنه از تمام اسارت ها از تمام وابستگی های شیطان این شهادتی که الان از خواهرمون فریبا شنیدین الان خیلی مختصر مفید اونجا صحبت کرد فقط برحال ما در جریان بودیم و برحال چیزی که خیلی عالی بود و خیلی یعنی میتونم بگم اه معجزه بود این بود که حتی پزشکایی که در حال حاضر نمیدونن میگرن از کجا میاد چطور به وجود میاد داروهایی هستن که به بیشتر چی میکنن داروها بیشتر یکم خاموش میکنن فقط حل نمیکنن ریشه رو نمیکنن درسته کسانی کی کیا هستن که میگرن دارن بعد از جلسه برای شما دعا خواهیم کرد نه بعد از توی جلسه برای شما دعا خواهیم کرد همون که میایم به حضور خداوند و میگین که عیسی مسیح تو آمدی که کارهای شیطان رو نابود کنی بیا امروز ایمان دارم که روی صلیب اونجا تمام قدرت شیطان رو شکوندی به این خاطر امروز آمدم خداوند الان اگه گناهی باشه اگه وابستگی هایست هست میتونی اینجا اعتراف کنی میگی توبه کنی بازگشت کنی و زمانی که روح القدس میاد از ریشه تو رو آزاد خواهد کرد و این هم توی یک ثانیه یک دارویی نیست که خداوند تو میبخشه سه هفته طول میکشه که یواش یواش کم میشه یا و اگر پسر انسان شما رو آزاد کرد فل حقیقی شما آزاد هستیم و زمانی که ما آزاد میشیم این یه چیزی نیست که مثال میگم خدا میخواد یه،, یه،, کاری انجام میده بلکه زمانی که روح خدا این روح شفا بخش وارد زندگی تو میشه و امروز میخوایم یک قسمتی از همون روی خدا صحبت کنیم زمانی که اون وارد میشه اون موقع هست که چیزایی دریافت میکنیم یه قدرتی دریافت میکنیم ما بعضی وقت در مورد خدا که صحبت میکنیم فقط از قدرت صحبت میکنیم فقط بعضی وقت یعنی حقیقتش اینه که این قدرت فقط نیست پشت اون قدرت یک قدرت خیلی عظیمتری که اسمش محبته توی محبت قدرت هست در غزل غزالا باب چهار فکر می کنم نوشته محبت قویتر از مرگ مثل مرگ قویتر یعنی عیسی مسیح زمانی که رفت روی صلیب محبت رفت روی صلیب و محبت رو کشتن فکر کرده شیطان کشتن محبت رفت و بعد از سه روز قیام کرد گفته که قدرت من اینه حکمت نرفت روی صلیب نمیدونم عدالت نرفت روی صلیب محبت رفت روی صلیب آمین من حیات جاودانی رو به دست آوردم نه به خاطر اینکه قدرت گرفتم نه به خاطر اینکه خدا با محبتش آمد منو زنده کرد فقط تنها کاری که ما میکنیم اینه که ما این ایمان داریم میگیم که خدا من واقعا هیچ چیزی ندارم من گناهکار هستم خالی خالی هستم و مرسی عیسی مسیح مرسی پدر جان که تو آمدی و زندگی خودت رو برای من فدا کردی الان من میپذیرم قربانی تو رو یا میتونم بگم میپذیرم محبت تو رو خدا انقدر انسان رو دوست داشت و اسم خودت رو میتونی بذاری رویش خدا آنقدر تو رو دوست داشت که یگان پسرش رو داد که به وسیله او تو حیات جاودانی به دست بیاری و تو حلاکت نیافتی پس محبت خدا بود که آمد زندگی ما رو دگرگون کرد امروز میخوایم در مورد همین قسمت ها صحبت کنیم فکر کنیم و مطمئن هستم قلبتون باز باشه تشنه باشین بی تفاوت باشین نباشین خدا را امروز لمس خواهی کرد بزرگترین حکمی که خداوند داد چ... کدوم حکم بود؟ خدای خود را با تمام دل با تمام جان با تمام قدرت با تمام ذهن خود دوست, دا... دوست, بدار و همسایت را مانند جان خود دوست بدار همه چی توی این محبته درسته؟ بزرگترین حکم محبته اینجا شریعت نیست بزرگترین حکم اینه تو باید این کارا رو بکنی هزار تا چیزای انجام بدی بزرگترین حکم و حتی تو رومیان نوشته که اگر محبت کنی یعنی کی میتونه ادامه بده؟ محبت نه, نه 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 محبت نه 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 کسی که محبت میکنه نه یا اینم هست کسی که محبت میکنه یعنی محبت نیه محبت انسانی محبت یعنی الان امروز این کلام رو یاد بگیرین اگاپه اگاپه از یونانی و ما فقط یه دونه محبت داریم فقط محبت سه تا محبت هایی هستن که از دیده از, از کتاب مقدس اینجا چی شده معرفی شده یه دونه محبت عشق که نسبت زن و شوهر با هم دارن جس، جسمانیه و یه محبتی دیگه از فیلیو و فیلیو یک محبتی است که مثل دوستا هستن پدر مادرم هم یه محبتی از اگاپه اگاپه یک محبتی است که بدون غیر و شرط و همینطورم هم بی پایان و این محبت خداست پس امروز زمانی که در مورد آگاپه صحبت میکنم پس در مورد محبت خدا صحبت میکنم یا زمانی که عیسی مسیح میگه که کلام خدا میگه که خدا آنقدر انسان رو آگاپه کرد که یگان فرزندش رو داد نه خدا اونقدر ما رو عشق داشت عاشق بلکه اگاپه یا اگاپه یک محبتی است که خودش رو م... میبخشه می یعنی میمیره برای تو بزرگتری محبت محبت آگاپه است. در یوحنا هم اونجا نوشته ما... هیچ کسی محبت زیادی نداره اگر زندگی خودش رو برای دوستش ببخشه این بزرگترین محبتی است که ما برحال, برحال, در این دنیا این محبت رو نداریم فقط برحال اینجا نوشته که تو عهد عتیق هم هست تو عهد جدید هست در کسانی که دوست دارن توی لوقا باب ده بیست و بیست هفت میگه که خدای خود رو دوست داشته باش با تمام دل و ذهن و جان و هم هر چیزی که در تو هست همینطور همسایه خود همینطور خودت رو پس همه چی ربطی به محبت داره آمین؟ امیم. چرا؟ چی فکر میکنید به چه دلیلی خدا میگه که این بزرگترین حکمی هست چی فکر میکنید بدون محبت هیچ چیزی به خاطر اینکه آفرین نور به خاطر اینکه خود خدا محبت است. سو در اول اول یوحنا باب 4 آیه 16 میگه که و ما دانسته و باور کردیم آن محبتی را که خدا به ما نموده است خدا محبت هست و هر که در محبت ساکن هست ساکن یعنی زندگی میکنه ساکن است در خدا ساکن است جالبه نه کسی که در محبت ساکن است در محبت ساکن است یا کسی که در خدا ساکن است در محبت ساکن است بیدارین هر که در محبت ساکن است در خدا ساکن است و خدا در وی در من همه چی میبینیم که خدا محبت خدا محبت و به خاطر اینکه خدا محبت و پس خیلی منطقی چند تا من، چیزهای منطقی امروز خواهم گفت به خاطر اینکه خدا محبت و الان ما رو خلق کرده که پس،, کی ما رو خلق کرده آمین پس تو به وسیله چی خلق شدی؟ وظیفه بود؟ خدا بی حوصله بود؟ بیکار بود؟ چی بود؟ آفری، یواش بیدار میشین پس به خاطر اینکه خدا خود خدا محبته پس زمانی که من محبت هستم یه چیزی خلق میکنم این چیزی که خلق میکنه محبته از محبت به وجود آمده مرسی <applause> پس تو به وسیله آگاپه خرخ شدی الان در چه حالی افتادی یه چیزی دیگه هست فقط حقیقت اینه که آگاپه تو رو خرخ کرده واقعیت اینه که تو این آگاپه رو نداری یا کمتر داری یا اصلا نمیشناسی پس زمانی که ما خداوند ما رو خلق کرده ما به خاطر اینکه ما فرشته ها شبیه فرشته ها خدا من, رو من و, و, تو رو خلق نکرده بلکه به, شباهت خودش خلق کرده پس زمانی که به شباهت خودش خلق کرده پس هر چیزی که در خودشه ما باید داشته باشیم آمین عیسی مسیح خودش میگه که اگه میخوای یک از یک یه درختی که بود گفته که اگه میخوای ببینی ریشه چه ریشه هست نگاه کن به سمراش به میوهش زمانی که این میوه رو نگاه میکنی مشخص ریشه چیه درسته؟ یا؟ از ریشه از از میوه مشخص میشه ریشه چیه؟ یا؟ از ریشه از, از میوه مشخص میشه ریشه چیه؟ یا, یا همینطور میتونیم از ریشه مشخص میشه چه میوه‌ای خواهد آورد زمانی که یک میوه ای ور می یک یه سیبی ور میده می‌خوریم میخوریم چقدر لذت چقدر خوشمزه است پس ببینید که ریشهش چقدر عالیه نه ریشهش درست باشه همه چی اوکی باشه نه او اوکی است پس اینجا نگاه میکنیم ببینید که پس خدا محبت یا ما میگیم که ما از به وسیله خدا که آگاپه است به دنیا آمدیم ریشه محبت پس تو چی هستی تو پس یه دونه سیب یه میوهی هستی که این شیره محبت در تو قرار گرفته تو پس یه کسی ور می داره یه گازی در تو میگیره از تو میگیره سمره معزه چی باید بدیم؟ آگاپه بعد از جلسه خواهش میکنم همدیگر رو گاز نگیریم <applause> اینجا میگه که زیرا ها... که هر درخت از میوهش شناخته میشود از خار انجیر را نمییابین یا آمین؟, آمین و از بوته انگور را نمیچینند پس اینجا متوجه میشیم که اگر ما ایمان داریم که خدا محبته پس میخوایم می‌تونیم نتیجه بگیریم می‌گیم پس زمانی که خدا این مثال درخت رو برمیداریم ریشش محبته پس باید بدونیم که خدا چقدر منو دوست داره که با عشق منو خلق کرده و تو رو خلق کرده یا آگاپه کرده و تو باید یا ما باید سیب زمانی که میگم تو منظور منم هستم منم جز خانواده خدا هستم پس ما باید به حال چیزی باشیم که خدا هست و خدا به حال زمانی که محبت هست یعنی آگاپه هست منم باید این آگاپه رو داشته باشم یه قسمت های خیلی مهم میخواستم با شما در میون بذارم خدا بخوا... نه خدا وجود داره به خاطر محبت خدا محبت نداره خودش محبت هست محبت یکی از صفات های خدا نیست بلکه خود خدا محبت هست فقط صفاتی که خدا داره عدالت حلم مهربانی فیزه زمانی که ما فیض به فیض دریافت کردیم از کجا آمده؟ از آگاپه آمده آمین پس اینو تو ذهنمون داشته باشیم محبت یکی از های خدا نیست بلکه محبت خود خداست این یه چیزایی هست که یه چیزای اصلی هست عزیزان زمانی که ما به این چیزها واقعا ایمان میاریم و اجازه میدیم ریشه در قلبمون به وجود بیاد یعنی واقعا بدونیم که خدا واقعا خودش محبته و ما رو به وسیله محبت خلق کرده با حقیقت آشنا میشیم اون موقع نمیتونیم بگیم من نمیتونم الان بگم که خدا خواهش میکنم منو محبت کن بیا منو محبت کن میتونم بگم خیلی کم بود نه زمانی که خود خود محبته جز از محبت کاری نمیتونه انجام بده کاری منظور من نیست که هیچ کاری نمیتونه منظور من اینه که زمانی که کاری انجام بده حرکتی انجام از محبت این کار رو انجام میده پس زمانی که من به این ایمان آمدم پس باید بگن که مرسی خدا تو محبت هستی ایمان دارم پس تو منو دوست داری تو آگاپه هستی و منو آگاپه میکنی این میشه ایمان سو so, الان تو سختی افتادی تو طوفان افتادی خدا عوض شده این محبت یهو یه شد 80 درصد آگاپه آیا این محبت این آگاپه تو رو ترک میکنه این آگاپه که جان خودش رو داد تو رو ترک خواهد کرد این آگاپه که به تو میگه بله بعد از یک مدت میگه نه پس زمانی که من ما به این حقیقت ایمان آوردیم و بگیم که خدا محبت است باور میکنم و امروز میخوایم واقعا در مورد این قسمت ها در ما ریشه بگیره یا ریشه شاید یه قسمتی گرفته فقط واقعا بره تو عمق قلبمون در کلام خدا هفته گذشته در مورد در مورد یه قسمت هم صحبت کردیم گفتیم که در محبت ترس نیست و محبت کامل یعنی در آگاپه ترس نیست آگاپه کامل تمام ترس ها رو میندازه بیرون پس یکی کسی که ترس داره پس در آگاپه کامل نیست یعنی آنو شک داریم آن مشکل داریم و ما میخوایم یه کلیسایی باشیم که بدون ترس زندگی میکنیم آمین بعضی از از میگرن ها از این چیزایی که به بیماری هایی که وجود در زندگی ما وجود آمده از ترس که در زمین ناخودآگاه اونجا ما رو قرار گرفته خیلی چیزایی هست که تو زندگیمون قایم کردیم اصلا اطلاع نداریم گناهایی از خیلی چیزایی هستند. و اونو از صبح تا شب این زمین ناخودآگاه می زنگ چی میگن داد میزنه که منو آزاد کن و به خاطر اینکه تو اطلاع نداری همه چی با ترس پوشوندی به این خاطر از یه جایی باید خودشون نشون بده از میگرنه از نمیدونم سردرده از نمیدونم چی میگن اسماست یا خیلی بیماری های هستن که ریشش گناه و ریشش ترسایی هستن که در زندگی ما اتفاق افتاده در زمین ناخودآگاه در بچگی در هر زمانی که برای ما زندگی میکردیم از تخاما تخاما میشه چی؟ تخاما میشه یه اه یه اتفاقی مثلا میفته تو زندگی که وحشت تو رو میگیره شک فشارهای عصبی ها فشارها نیستن فقط یه اتفاقی میفته مثلا یه خبر بدی رو میگیری بم میزنه و این اثر میذاره تو زندگیت و اینو به خاطر اینکه با این فشارها نمیتونی کنار بیایی پس چی میکنی؟ چی میکنی؟ قایم میکنی برای اینکه زمانی که نگاه میکنی ترس به وجود میاد پس باید قایم کنی که ناراحت نشی بعد از یه مدتی که میخواد بیاد بیرون نمیتونی کنار بیای چه میکنی میری پیش دکتر دارو برمیداری بعد از یه مدتی دارو اینم کار نمیکنه میری یکم الکل میخوری بعد از یه مدتی سیگار میکشی بعد از این مدت مواد مقدر بعد از این یه مدت تا تا میره تیم تیمارستان در محبت خوف نیست محبت آگاپه کامل تمام ترسها رو از بین میبره و الان هم, هم, هم که زمانی که ما میگیم که خدا آگاپه هست و یه محبت که از صفتهای خدا نیست بلکه خود خدا محبت هست پس باید اینطوری نگاه کنیم که ما هم همینطور ما زندگی و ما زیست میکنیم به وسیله محبت ما وجود داریم و زندگی میکنیم زیست میکنیم زمانی که ما محبت میکنیم هنوز متوجه درست نشدیم منظور اینه که زمانی که تو محبت میکنی یا اینطوری بگم زمانی که خدا در حال حاضر دائما به خودش محبت محبت میکنه این محبت کردن زیست کردن زندگی کردنه یه قسمتی نیست که خدا الان مشغول کارهای دیگه از میگه آها الان میرم یکم محبت میکنم متوجه هستین خدا دائما محبت میکنه هر کاری میکنه محبت میکنه این محبت کردن زندگی کردنه ما یه طوری دیگه از ما کارهایی میکنیم بعد از این میگه آها بریم یک که محبت کنیم بعد از این میریم تو زندگی خودمون بریم اینجا کار میکنیم هزار تا چیزای انجام می‌دیم آها الان اومدیم کلیسا الان باید کلیسا کمک کنیم یارو یعنی میذارم محبت کنیم متوجه هستین فقط اینجا میبینیم که ذات خدا که محبته و ما به وسیله محبت خلق شدیم پس میگه خدا میگه که بس اگه میخوای واقعا لذت ببری از زندگی اگه میخوای واقعا زندگی کنی پس باید محبت کنی میخوای لذت ببری آلبرت محبت کن محبت کردن یعنی زندگی کردن آگاپی کردن یعنی زندگی نه محبت میگم آگاپی کردن یعنی زندگی کردن توی این آگاپه هیچ چیزی خودخواهی نیست خودخواهی برای خودش فکر میکنه پس کامل نیست این آگاپه پس زمانی که من فکر میکنم میگه آها اگه میخوام واقعا زندگی کنم مح... زندگی کنم و لذت ببرم از این زندگی که در حال حاضر در این دنیا هستم پس باید محبت کنم فقط الان در موردش محبت صحبت میکنیم منظور این نیست که الان فکر میکنیم الان از صبح تا شب فقط باید بیرم همه رو در آغوش بگیرم ماچ کنم عیسی مسیح نه اینجا روی صلیب اینجا با احساسات یک انجام بده این محبت میبینی چیه خودش رو فدا کرده تو این محبتی که اونجا بود یک گرام یک میلیمتر خودخواهی نبود یادتون هست که عیسی مسیح تو باغ جتسمانی بود چی گرد گفته خداوند من. من آمدم زندگی خودم رو بدم گفته خداوند ترس بود درد بود گریه بود خون از, از, از بدنش میچکید درد های بسیار بود فقط گفته پدر جان اراده تو انجام بشه نه اراده من بلکه اراده تو این پیاله اگر یک امکانی از از من رد شه بلکه انسان بود مثل من و تو بود هیچ خودخواهی اینجا نبود و تمام وقت عزیزان اگه کتاب مقدس انجیل رو میخونیم ببینیم که تمام وقت این فریسی ها این کاتبان ها هر کسی آمد می آمد پیش عیسی مسیح که او رو تو وسوسه بندازه یه چیزی خودخواهی در پیدا کنه فقط آگاپه جس پوشید میان ما ظاهر شد تو این آگاپه هیچ خودخواهی نبود اگه تو پسر خدا هستی از این سنگ نون بساز میگه ببین شیطان من نه آمدم برای خودم فکر کنم من میتونم هزار تا کارای انجام بدم من نه آمدم برای خودم فکر کنم من از کلام خدا زیست میکنم آمین بعد از این میبینی که بعد از دو سه هفته چهار هفته میره ده هزار نفر رو سیر میکنه چی پس چیه؟ این آگاپه در عمله آگاپه حرکت میکنه و آگاپه هیچ موقع فکر نمیکنه چرا منو این زدی؟ چرا من به من بد حرف زدی؟ اینطوری با عیسی آشنا شدین توهین کردن توف کردن هزار تا کارایی کردن گفتم داوری در دست خداست پدر جان به نمیدونن چی میکنن فکر میکنم با مسلوب کردن منو کار خوب، کار خوبی انجام میدم فقط من این حتی این مسلوب کردن منو ور میدارم که نجاتش بدم از اون هستین اینجا حداقل یه آمین نه مصنوعی آمین واقعا آمین پس زمانی که نتیجه گیری کنیم زمانی که پس میگیم که من میخوام زندگی کنم یعنی پاسور من آمدم اینجا واقعا من خصصم من میخوام خوشبخت زندگی کنم من میتونم پس از امروز به بعد با این این چیزها رو به شما خواهم گفتم و واضح باشه میگم پس برو محبت کن خیال من راحت میشه کار منم کمتر میشه یک دیگر رو محبت نمایید کلام خدا میگه زیرا محبت از از خداست درست گفتی یک دیگر محبت نمایید زیرا آگاپه از خداست و هر که محبت می نماید از خدا مولود شده است و خدا را می شناسد و کسی که آگاپه نمی نمی نیم، نماید،, نماید خدا را نمی شناسد زیرا خدا آگاپه است آمید. دوباره میگم الان اینجا خدا میگه یعنی شاگردش ایسا، یوحنا میگه میگه که ای عزیزان میگه عزیزان یک دیگه رو یک دیگه رو محبت نمایید به هم دیگه میگه که به هم دیگه رو محبت نمایید زیرا ریشه محبته شما هم چی هستین؟ سمره هستین پس همدیگه رو محبت کنین از یک ریشه ای آمدین هر کسی پس محبت می نماید از خدا مولود شده است این شیره این درخت در تو قرار گرفته شیره آگاپه در توست به شرطی که توبه و بازگشت کرده باشی عیسی مسیح رو به دست آوردی باشی و میگه که از خدا مولود شده است یا مولود شدن یعنی چی یعنی هر چیزی که در خداست قرار گرفته در تو پس تو امکان محبت رو تو داری یا نه تو احتیاج نیست محبت کنی بلکه آگاپه در توست آگاپه محبت میکنه و اگر ما میگیم که خدا محبته ما ایمان داریم یه پدر پسر روح القدس درسته؟ روح القدس روح خداست به وسیله اوز که ما تولد تازه رو به دست آوردیم نه؟ پس این روح خداش چیه؟ روح خدا چیه؟ خود روح القدس خداست؟ پدر خداست؟ عیسی خداست؟ پدر محبته؟ عیسی؟ روح القدس؟ پس زمانی که میگم که شما تولد تازه رو به دست آوردین به وسیله چی؟ روح القدس پس زمانی میگیم ما به وسیله روحالقدس حیات خدا رو به دست آوردیم بی... و روح القدس آمد در ما ساکن شده پس موجود روحانی شدیم درسته روح خدا آمده با روح من و تو یک شده حقیقت اینه که هیچ زندگی حیات روحانی وجود نداره جز از محبت زمانی که ما میگیم که ما زندگی روحانی رو داریم درسته؟ زمانی که ما گناهکار بودیم روحانی نبودیم جسمانی بودیم گود؟ درسته نه؟ گناهکار بودیم جسمانی بودیم روح خدا در ما نبود روح خودمون بود که ضعیف بود که میرفتیم توی جهنم پس روح خدا زمانی که روح خدا رو به دست آوردیم روحانی شده به وسیله پس روح القدس من تولد تازه گرفتم پس هیچ زندگی روحانی وجود نداره جز از محبت خدا من میخوام اینطوری متوجه بشین زمانی که میگم من تولد تازه رو دارم پس این زندگی حیات خدا رو که محبت هست اینو دریافت کردم زندگی های مختلف وجود نداره مثلا زندگی روحانی یک زندگی روحانی دو زندگی روحانی سه و چهار و پنج و شیش و من میگم من سومین هستم یعنی زمانی که روح القدس آمد در تو قرار گرفته و موجود روحانی شدی دیگه خودت زندگی یعنی حیات یا محبت خدا رو محبت خداست که تو رو تولد تازه داد و زنده کرد زمانی که او رو با روح و راستی پرستش میکنی این محبت خدا در تو قرار گرفته تنها یک زندگی روحانی وجود داره و این محبت خداست این چند تا حقیقت ها است شاید واقعا سخت, یاد، سخت فهمیدن زمانی که او رو پرستش میکنی شک گذاری میکنی چرا؟ برای اینکه محبت خدا در تو قرار گرفته اینه که تو رو روشن کرده فقط ما اول میگیم که خدا من رو نجات داد درسته کی نجات داد؟ اگاپه تو رو نجات داد خدا من رو شفا داد کی شفا داد؟ اگاپه خدا من رو از این تاریکی آزاد کرد کی کرد؟ آگاپه قدرت گرفتم آگاپه هر چیزی از آگاپه 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 این آگاپه است که تو رو زنده کرد این آگاپه است که الان خدا رو میپرستی تشکر میکنی شکرگزاری میکنی پس زمانی که اینجا نشستی و خدا رو شک, شک میکنی به خاطر اینکه محبت خدا در تو ریخته شده است در, یا در در, رومیان پنج پنج چی گفته حتی تو سختی ها تو درد ها ما ناامید نمیشیم به خاطر اینکه محبت خدا به وسیله روح خدا در قلبای شما ریخته شده است. پونکت آمید. آمید. پس زمانی که اگر از اینجا بریم بیرون و ایمان نداشته باشیم که خدا عاشقانه تو رو دوست داره ایمان نداریم پس زیرا نه یک دیگر رو محبت کنید زیرا محبت از خداست و ما دانسته و باور کردیم آن محبت را خدا به ما نمود است خدا محبت است و هر کی در محبت ساکن است در خدا ساکن است و او و خدا در وی همه چی دوره آگاپه 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 میچرخه ما هم بعضی وقت از این آگاپه میریم بیرون شروع میکنیم با قدرت خودمون یه کارای انجام بدیم یا که بعد از یه مدتی میبینیم که نه من باید خداوند میگه که یک دیگر رو دوست داشته باشیم و من که آها من باید روست داشته باشم شروع میکنم به با قدرت خودم نه با آگاپه بلکه با محبت آلبرت پس غیر ممکنه بتونم اینجا اینطوری محبت کنم چرا؟ به خاطر اینکه زمانی که زمانی که من میام اونجا محبت کنم گوش کنین درست و خودم این محبت رو باور نمی کنم هنوز در من این این روشن نشده مکاشفه نشده اون موقع فقط میتونم با قدرت خودم بدم چیزی ندارم بدم گوش میکنین خدا میگه که ما آگاپه میکنیم چون او ما رو اول آگاپه کرد دوباره من آگاپه میکنم چون او اول منو آگاپه کرد او اول این آگاپه رو ریخت من آگاپه شدم الان این آگاپه دریافت کردم چشیدم لذت میبرم الان اون این آگاپه میگم که ببین این آگاپه با این آگاپه من محبت میکنم و زمانی که میرم اونجا آگاپه میکنم او منو از آن ترک میکنه و نمیدوم فوشم میده میتونم به من چه این آگاپه دیگه, دیگه می... کار کرده با من میگم باشه هیفه من آمدم پیش تو این آگاپه میخواد وارد بشه تو نخواستی اب نداره من میرم اونجا من میرم اونجا آگاپه در حال حرکت هست که خودشو معرفی کنه و زمانی که من این آگاپه رو هنوز دریافت نکردم هنوز اینو به نچشیدم شاید اینجا نشستین باور میکنی فقط نچشیدین و شروع میکنین محبت کردن توی چی میفتین؟ مذهب میفتین شتای میکنین الان یه کارهای انجام بدین کلیسا ها چقدر، چرا اونقدر ضعیف هستن؟ برای این آگاه رو نمیچشید نچشیدیم همه چی با قدرت ما باید اینطوری باشیم هی hey, و 24 ساعت میبینی نه ما باید درست باشیم ما باید اینطوری باشیم ما باید اینطوری باشیم ما باید اینطوری باشیم من میگم نه تو نباید اینطوری باشی تو باید عیسی مسیح رو عشق این آگاپه خدا رو بچشی اون موقع زندگی تو عوض میشه اون موقع سر ساعت میاد اون موقع سر ساعت میای اون موقع روی قول خودت میویسی اون موقع از که دهنتو میبندی اون موقع یه کسی میاد پچ میزنه تو دست چپ اون موقع میگی اب نادر درد نکرد درد برای اون میکنم که منو زد محبت رو زد اب نداره خدا ببخش نمیدونه چی میکنه استفانوس میشناسی نه نمیشناسین پس بریم بخونین اعمال رسولان باب 6 پر از روح شهادت عالی داشت بعد از این میخواستن سنگسارش کنن به خاطر اینکه ای درست ایستاد اونجا صحبت کرد گفته دائما شما روح القدس رو محسوم میکنین به این کاتبان ها و فریسی ها هی hey, شریعت 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 ایسا هم از این گفته من آمدم شریعت رو وردارم حیات به شما ببخشم من آمدم شا آگاپه رو در قلب شما ببخشم من ریشه هستم شما شاخه هستین در من بمانید. اون موقع این شیره قرار میگیره شما میتونی محبت کنین یک مرد مغروری است که محبت رو میگذاره کنار با قدرت خودش سعی میکنه یه کاری برای خدا انجام بده آخر بگه که خدا من به من چند تا مدال مدال چی میگه؟ جایزه به من بده من رفتم محبت کردم خدا میگه این آش رو بنداز پایین جواب کلیساها و جواب کلیسای ما اینه که ما باید با تمام دل آگاپه رو جستجو کنیم میگیم خداوند من بیا منو محبت کردی فقط میخوام تو رو جستجو کنم آخرم خواهیم دید چطور میتونیم این قدم ها رو برداریم افرادی میان دو سالها سالها روان درمانی میشن از صبح تا شب روان درمانی میشن این جی جی تو زندگی من این اتفاق افتاد اوکی باشه دعا می کنیم، دعا می کنیم، دعا می کنیم. بعد از ده سال می بینیم که هنوز دور خود می چرخه. چرا؟ باید که دو چیزهای دیگه هستین مثل بچه هایی که لوس شدن من خدمت میکنیم همین کارو شما سعی میکنیم انجام بدی فقط یه زمانی رسیده این دور شما چرخیدن شما رو نجات نمیده بلکه باید با تمام دل روزه و دعا بگی خداوند تا منو آگاپه نکنی من تو رو ول نمیکنم زندگی من سخت زندگی من دردناک بیا آگاپه کن آزاد کن از شبان انتظار ندارم از زن شبان انتظار ندارم از رهبران انتظار ندارم از تو انتظار دارم خدا از ما استفاده میکنه به شما ببخشیم فقط من نمیتونم شما رو آگاپه یعنی آگاپه رو ببخشم او میتونه ببخشه من فقط میتونم وقتم زندگیم همه چی رو بذارم که به اون آگاپه آشنا بشین آمین؟, آمین از اینجا که میرین از صبح تا شب دیگه به آگاپه آگاپه بگین نه محبت آگاپه زمانی که آگاپه میگین پس میگین خدا آمین آگاپه تو رو میپرستم چرا؟ برای اینکه خدا آگاپه است نیست؟ <applause> زنم تایید میکنه پس که تو تولد تازه رو به دست آوردی عزیزان خبر خوش دارم نشانه محبت خداست غمگین نباش یکم بخند <تصفيق> <تصفيق> بخند خدا رو شکر کن حالا یکم فکر کن تولد تازه داری؟ بخند خدا محبت کرده تو رو روح خدا در تو محبت خدا در تو قرار گرفته ثابت عشق مسیح خدا پدر روح القدس تولد تازه است ده تا برادر خواهر بیام به تو فش بدن بخند بگی من تولد تازه رو دارم محبت خدا من خدا من رو پذیرفته منظور این نیست که الان گناه بیفتین ها این یه چیز دیگه هست من فقط الان این حقیقت ها رو میگم که با این دید باید زندگی کنیم از این میدانیم که در وی ساکنیم و, در و او در ما زیرا که از روح خود که به ما بخشیده هست و روح خودت که محبته در او ساکنم جالبه نه؟ من میتونم در محبت ساکن باشم ساکن یعنی چی زندگی کنم نه؟ به کار کنم چی؟ چی؟ خونم باشی؟ من خونه, خونه باشی جارو برقی کنی غذا درست <applause> کنی همه در ساکن در محبت ساکنم یواش یواش جا میفته خیلی دعا کردم عزیزان خیلی واقعا خیلی درد کشیدم دعا کردم که این محبت رو این حقیقت رو این حقیقت رو دریافت کنیم اگر نه زندگیش ما واقعا در تاریکی است من نور عالم هستم ایسا مسیح میگه هر کسی در من بماند یا هر کسی منو پیروی میکنه در نور خواهد موند تقریبا اینطوری بود نه من نور عالم هستم عیسی مسیح میگه هر کسی در من بماند یا هر کسی منو پیروی میکنه در نور خواهد موند تقریبا اینطوری بود نه هیچی؟ چی؟ در نور ساکن است یا پس پس چیزی که ما احتیاج داریم تک تکش ما احتیاج داره و همینطور هم کلیسا احتیاج داره این uh به دست آوردن اول باور کردن این محبت این آگاپه و اگر باور نیمی کنین نیمی تونین به دست بیارین ما میبینیم در مسیحیت همه چی به وسیله ایمانه اگر قدم اول و میتونم بگم آسون ترین و سختترین چیزی است برای اینکه زمانی که خدا در مورد ما صحبت میکرد زمانی که 2000 سال پیش بود اینجا آمده بود گفته که یک خلقت کجرفتار اهشکن و بی ایمان احشکن. احش... احشکن و بی ایمان هر دفعه میگفت ایمانش ما کجاست ایمانش ما کجاست اگه ایمانش ما مثل یه دانه خزر باشه میتونین این کوها رو جابجا کنید نه یادتون هست؟ مشکل ما ایمانه هفته گذشته این مثال هایی که گذاشتم جلوی این پروژکتور هم که کار نیم از اون روز خراب شده <applause> جالبه نه من درد کشیدم واقعا رفتم خونه گفتم آخه چرا خداون؟ خدا میگه ببین آلبرت من بدون پروژکتور هم میتونم کار خودم انجام بده مرسی با مرسی خدا من. احتیاج به منم نداری تو میتونی همینطور مکاشفه های خودت رو میتونی تو میتونی بری توی خونه با تمام دل بتلبی تو اتاق خواب تو همینطور خواب خدا میتونه بیاد محبت این آگاپه میتونه توی تخت خوابت بیاد و اونجا مکاشفه کنه یا <applause> yeah? و اینجا هم صحبت کردم و سعی کردم نشون بدم که اگه ما خیلی مانع‌هایی میسازیم جلوی خدا و زمانی که خدا میخواد بدرخشه این نوری که هست زمانی که ما اجازه نمیدیم جلوش میگیریم اون موقع هست که نمیتونیم دریافت کنیم دریافت نکنیم نمیتونیم بهش به دیگران بدیم منظوری نیست که خدا بیاد خدا محبت به ما نداده باید حقیقت رو بدیم خدا به ما این محبت رو به وسیله روح القدس رو گفتیم که خدا در ما گذاشته و زمانی که باور میکنیم این چیزا مانه ها از بین میرن و اون موقع بیشتر و بیشتر حضور خدا در زندگی منو قلب من رو لمس خواهد کرد یادتون هست کسانی که هفته گذشته نبودن توی میتونین توی یوتیوب برین یا میتونین توی وبسایت خودمون برین که اینجا هم الان چیز میکنه نشون میده اونجا فیسبوک و همینطور یوتیوب اینجا میتونین برین میتونین نگاه کنین فیسبوک هست آها فیسبوک هم هست یا میتونی اینجا گوش کنیم، برای اینکه چیز مهمیه برای اینکه ما به احتمال زیاد ما بیشتر به خاطر بی ایمانی جلوی محبت خدا رو میگیریم به این خاطر توی این قطی زندگی میکنیم و آخر هم تو این خشکی میخوایم دیگران رو محبت کنیم و کی غیر ممکنه پس چیزی که ما احتیاج داریم و اگر این, این مطلب رو فهمیدیم که امروز موزه امروز در مورد این بود که اگر میخوام زندگی کنم اگه میخوام خوشبخت و در شادی در خوشبختی زندگی کنم پس باید محبت کنم و این محبت کردم پس ما هم باید محبت رو این آگاپه رو بگیرم و این آگاپه اجازه بدم در من الان زنده, زنده بشه و این آگاپه رو میگیرم زمانی که اول شروع میکنم به ایمان داشتن این ایمان داشتن اون آگاپه که خدا منو دوست داره و خدا روح رو به من بخشیده و با روح من یک شدن ایناست که یواش یواش درها باز میشن من چرا حسودی میکنم چرا شما حسودی میکنی بعضی وقت اون داره من ندارم اون قبول شده هنوز 6 سال هستم قبول نشدم نمیدونم خونه گرفته اون کار داره اون پول داره من ندارم اون نمیدم موعظه میکنه من نمیم کنم اون انتخاب شده من انتخاب نشدم چیه نشانه نابودان آگاپه فقط زمانی که من میدونم که خدا منو دوست داره همینطور که این مرتضا رو دوست داره و منو دوست داره عاشقانه دوست داره و چه سرودی خوندیم یادتون هست فکرهایی که برای من تاری فکرهای خوب و شگفتانگیزی هستن آینده ای برای من درست کردی این ما میخونیم این ایمان داشتی با این سرود این از کلام خداست ها در ارمیای نبی باب 29 آیه 11 12 میگه که من فکرایی که من برای تو دارم فکرای خوب و شگفت انگیز هستن که برای تو آینده ای درست کنم اینو با ایمان دریافت میکنم چرا خدا اینو گفتی بگی برای که من آگاه هستم زمانی که پس شروع میکنیم با این مش با این آگاپه مشغول شدن یواش یواش میبینیم که حسادت ها کمتر میشن فکرای منفی کمتر میشن اتفاقاتی میفته یهو میبینم بعد از یه مدت یکم عوض شدم فکرایی که پر از دروغ بود که شیطان لونه هایی یا زمانی که خدا یک کسی میاد یا به خودت میگه که از تو یه چیزی ساخته نشده و زمانی که تو باور کردی پس اینجا یه لونه ای ساخته شده ملایه؟ آخه درک نمی کنه یک لونه ای این لونه چی میکنه؟ این لونه او رو محکوم میکنه نمیدونم از تو خوا... چیزی نمیشه چیزی خواست درست بشو نیستی نمیدونم به وضع نگاه کن ببین به پدر به مادر به این به اون این بعد از یه مدت یه لونه دیگه ملایم تر بود <تصفح> بعد از یه لونه دیگه یه لونه دیگه یه لونه دیگه تمام از فکرش گرفته افسرده ناراحت چیه به خاطر اینکه به این دروغ باور کرد خواب کابوسایی میبینه بعد از یه مدت نمیدونم نمیتونه بخوابه بعد از یه مدت اصلا میاد میگه ببین تو اصلا کلیسا هم نرو دیگه از این به بعد فایده هم نداره درسته یه لونه دیگه یه لونه دیگه پر از لونه میشه اسمش هم عوض میکنه میگه من لونه هستم سو بعد از این میاد با حقیقت آشنا نشده. بعد از این میاد اینجا به حضور خدا میگه دیگه خسته شدم دیگه بعد از این خدا شروع میکنه به صحبت کردن تو عزیز هستی من تو رو دوست دارم تو با ارزش هستی من خونه خودم رو ریختم و یهو یهو میگه درسته، پچ 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 این پرنده هایی که اینا رو چیز کردن پوش فرار میکنن یا و یهو محبت خدا قرار میگیره میاد اینجا آخر میگه که من خدا من رو عوض کرد کی تو رو عوض کرد آگاپه آگاپه دنبال تو بود که تو رو نجات بده و آزاد کنه امروز این تقریبا یک سوم موعظه بود الان فکر میکنم تمام کنم هفته های دیگه در موردش صحبت خواهیم کرد فکر میکنم یه ماه، ما دو ماه در مورد آگاپه باید صحبت کنیم که جا بیفته اگرم خسته شدین از من امیدوار هستم از خدا خسته نباشید فقط واقعا به شما میگم من میبینم یک چیز واقعا اصلیه ما خیلی موعظه کردیم خیلی چیزای برکت هایی گرفتیم و باعزه های دیگه هم آمدن خیلی چیزهایی به دست آوردیم فقط زمانی که بر میگردیم میبینیم که عمق خدا که میبینیم که خدا محبته پس میبینیم که رب داره به او و زمانی که خداوند میگه که همدیگر رو دوست داشته باشین به، از به وسیله آگاپی که به همدیگه دارین دنیا خواهد دید که تو منو فرستادی عیسی مسیح میگه و تو این آگاپه هست که ما با خدا آشنا بشیم یادتون هست نه دوباره میخونم که متوجه بشین یک دیگر رو محبت بنمایید زیرا که محبت از خداست و هر کی محبت می نماید از خدا مولود شده است و خدا رو میشناسد. این میشناسد چه؟ نه اینطوری که آها الان من تو رو شناختم بلکه زمانی که در حال محبت هستی این محبت که خداست تو این حرکت کردن با خدا آشنا میشی برای اینکه میبینی که این الان تو نیستی بلکه آگاپه هست که حرکت میکنه آمین به این خاطر میگم که این موضوع خیلی مهمه اگه واقعا میخوایم من مطمئن هستم اگه میخوایم یک کلیسا موفقی باشیم اگه میخوایم در این دنیا در این اه, کشور در این شهری که ما هستیم و هر جایی که شما الان میاییم میخوایم تحت تاثیر خداوند بیاریم میخوایم ملکوت خدا رو بیاریم و افراد نجات پیدا کردن و که پیدا کنن الان تو هامبورگ تقریبا 20 هزار نفر ایرانی 20 هزار نفر افغانی هستن ما اینجا نشستیم چی میکنیم سر همدیگه رو میکوبیم یا فقط خدا میگه که دیگه زمانی که ما آگاپه میکنیم دیگه مشغول خودمون نمیشیم دیگه مشغول دنیا میشیم منظور مشغول گمشدگان میشیم یعنی آگاپه رو میبریم اونجا میخوایم اینطوری این کلیسا باشیم سه نفر میگفتن آمین بقیه باشه آمین. یعنی اگه واقعا میخوایم نه فقط به اینکه برم خدمت کنم منظور من اینه که من خودم آگاپه باشم و اینکه پدرم آگاپه هست پس کلید اینه که امروز میخوایم واقعا یک چیزی توی قلبمون بذاریم که واقعا باور کنیم که او زمانی که تولد تازه دارم پس نشانه محبت خداست در من من زندگی روحانی رو دارم پس من زندگی محبت رو دارم با این میخوام الان استفاده کنم که زندگی کنم با عیسی مسیح و او رو پیروی کنم آمین با هم دعا کنیم